صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود. سلام به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی، با آخرین شماره مجله اجتماعی اقتصادی در فصل پاییز در خدمت شما هستیم. فردا شب شب یلداست، پیشاپیش فرارسیدن این سنت باستانی رو به همه شما شاد باش عرض میکنیم. با ما همراه باشید. الان چند روزه که بحث بودجه به کشمکش میان باندهای رژیم تبدیل شده. مهرهای باند خامنه‌ای از وضعیت بودجه برای زدن تو سر روحانی استفاده میکنن. این وسط طبق معمول همیشه یک سری واقعیت‌ها رو مجبورن بگن تا به همدیگه حمله کنن. بودجه 1400 رژیم یک فاجعه به تمام معناست. بودجه‌ای که از هر طرف به اون نگاه میکنی، دزدی بیشتر رژیم آخوندی از مردم و نابودی اقتصاد و معیشت مردم در اون نمایانه. گزارشی در این رابطه آماده است، با همین گزارش رو ببینیم. بعد از گزارش گفتگوی خواهیم داشت با محسن بداغی. یکی از بحران‌ها و چالش‌های رژیم در پهنه اقتصاد برآورد بودجه و تأمین منابع بودجه است. یکی از نمودهای خفگی اقتصادی رژیم در بودجه را میتوان به وضوح دید. منابع اصلی بودجه نفت و مالیات و فروش اوراق دولتی است. منابع بودجه آنچنان موهوم و پوشالی است که صدای مهره‌های رژیم را هم درآورده است. خود شما در لایحه 99 فروش نفت سهم دولت را آوردین 57 میلیارد. بله 56000 میلیارد. 56 و 9. 57000 میلیارد تومان. 57000 میلیارد شما آوردین. بله. برای بودجه سال آینده آوردین 199000 میلیارد به اضافه 70 میلیاردم 70000 میلیاردم پیش فروش یا همون سلف نفتی هرچه. چه اتفاقی افتاده که همین الان که شما نمیتونین این مبلغ رو حاصل بکنین، شما میان سه برابرش میکنین برای سال آینده؟ یعنی ما با رشد 250% مواجه هستیم. مثلا 100 تا چاه نفت جدید کشف شده خبر نداریم، 500 تا پالایشگاه جدید 10 تا راه افتاده. این عددو هر دو مال شماست. اما اموال واگذاری شرکت های دولتی رو دولت امسال کرد 95000 میلیارد تومان. این یک جهتگیری هست، ما باید اینو به فال نیک بگیریم. پیش بینی منابع نفتی همونجور که مستحضر هستید، فقط مستقیم توی منابع حاصل از صادرات نفت و گاز نیست، بخشی از این به عنوان 18% صندوق. آخوند روحانی برای بودجه 1400 مالیات را 21% به نسبت سال 99 افزایش داده است، در حالی که وضعیت اقتصادی مردم به مراتب بدتر شده است. کرونا کسب و کار مردم را تخته کرده است. رکود وحشتناک بر تولید کشور حاکم شده، اما با این وجود مالیات افزایش می‌یابد که غیر منطقی و ضد مردمی است. چون نهادها و کارتل‌های اقتصادی خامنه‌ای مالیات نمی‌دهند و مالیات بر گردن مردم ایران است. نهادهایی همچون آستان قدس، ستاد اجرایی خمینی ملعون، بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح از جمله قرارگاه خاتم که یک نمونه بیش از 90 اسکله را در اختیار دارد. از طرفی در بین باندهای درونی رژیم، بودجه بهانه جدیدی برای جنگ و درگیری شده است. قالیباف آن را مغایر با قانون اساسی ولایت فقیه و طرح به اصطلاح 5 ساله خواند. جلسه علنی مجلس 25 آذر 99. روحانی هم گفت سال آینده 2,300,000 بشکه نفت تولید و خواهیم فروخت. هرچند ممکن است کاسبان تحریم و یأس‌آفرینان، منظورش باند خامنه‌ای، خیلی از این علامت خوشحال نشوند. ایران شرایط تولید و فروش نفتش در سال آینده با دو سال قبل کاملا متفاوت خواهد بود و شرایط جدیدی خواهد بود. البته حالا ممکنه کاسبان تحریم یأس‌آفرینان خیلی از این علامت خوشحال نشن.
باند خامنه ای از هر فرصتی استفاده کرده و زیرا به بودجه آخوند روحانی را برای سال 1400 زدند. اما آنچه که در این بودجه موج میزند کسری بودجه فراوانی است که گریبان رژیم را خواهد گرفت. نکته مهم در لایحه بودجه سال 1400 این است که بودجه نهادهای نظامی رژیم بیش از دو برابر شده، در حالی که بودجه عمرانی استانها بسیار ناچیز در نظر گرفته شده است. بودجه ستاد مشترک سپاه از 18300 میلیارد تومان به 38500 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که بیش از دو برابر شده است. این بودجه معادل 80 برابر بودجه استان مرکزی و نزدیک به 100 برابر بودجه استان قم است. بودجه بسیج از 923 میلیارد و 600 میلیون تومان به 2121 میلیارد تومان، یعنی دو برابر افزایش پیدا کرده است. وزیر دفاع رژیم هم از افزایش 256% بودجه سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی SPND که یک ارگان در خدمت بمب‌سازی اتمی رژیم است، پس از ترور فخری‌زاده خبر داد. در حالی که رژیم بودجه نهادهای نظامی و امنیتی خود را این چنین افزایش می‌دهد، اما در موضوعاتی مانند گرانی مواد غذایی، واکسن کرونا و غیره آه و ناله می‌کند که تحریم هستیم و پول نداریم. بودجه 1400 رژیم آخوندی، همانطور که روزنامه حکومتی جوان تیتر کرده بود، بودجه جیب‌بر است. این بودجه می‌خواهد از طریق چاپ گسترده اسکناس بدون پشتوانه، گران کردن نرخ ارز، همچنین بالا نگه داشتن نرخ تورم و سایر اهرم‌های غارتگرانه، جیب آخوندها و پاسدارانشان را پر کند و گلوی مردم ایران را بیشتر بفشارد که می‌تواند آتشی بر خرمن خشم خلق باشد. بله، گزارش رو دیدیم. در این بخش از برنامه گفتگویی داریم با محسن بوداقی. سلام به شما و به این برنامه خوش آمدید. منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و در خدمتتون هستم. خب اجازه بدید در شروع کمی به اعداد و ارقام بودجه بپردازیم. روز گذشته مالک شریعتی عضو کمیسیون بودجه مجلس رژیم گفته بودجه سال آینده 40% کسری داره. در لایحه بودجه 1400 رژیم چه اعداد و ارقامی پیش بینی شده؟ بله، دولت آخوند روحانی بودجه، البته لایحه بودجه سال 1400 رو که معادل 2435 تریلیون تومانه روز 12 آذر به مجلس داد. البته این رو بگم که همون لحظه اول تحویل این لایحه به مجلس رژیم مبنای جنگ شد. نه روحانی و نه نوبختی هیچ کدوم مجلس نرفتن و حسین علی امیری که در واقع معاون حقوقی پارلمانی روحانی بود به مجلس رفت. قالیباف هم که تا اینو متوجه شد بلافاصله مجلس ترک کرد و رفت و کارو به معاونش سپرد. اما برگردیم به بودجه. از رقم کل بودجه 1561 تریلیون تومان سهم شرکت‌های دولتیه و 929 تریلیون تومان بودجه عمومی دولته. از این عدد هم 88 تریلیون تومان درآمد اقتصادی نهادهای دولتیه مثل دانشگاه‌ها، مخابرات، پست و غیره. در نتیجه بودجه عمومی سال 1400 در لایحه‌ای که اینا به مجلس دادن 841 تریلیون تومان پیش بینی شده و این در واقع بودجه عمومی کشوره و با این بودجه است که میخوان کشور رو اداره کنن. و به طور خلاصه هر وقت که صحبت از بودجه میشه ما با این عدد، یعنی 841 تریلیون تومان طرفیم که این میزان تقریبا 1.5 برابر بودجه سال جاری، یعنی سال 99 هستش. خب الان یه بحثی کردیم به نام شرکت‌های دولتی. این شرکت‌های دولتی خیلی بحث برانگیز هستن. توی رسانه‌های حکومتی هم خیلی به این موضوع اشاره می‌کنن. برای نمونه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس رژیم به خبرگزاری حکومتی تسنیم گفته از مهمترین اتفاقاتی که در سال‌های گذشته در حوزه حسابرسی رخ داده اینه که تا سال 72 حسابرسی شرکت‌های دولتی توسط سازمان حسابرسی انجام می‌گرفته. اما از سال 80 به بعد که جامعه حسابداران شکل گرفت، میزان حسابرسی سازمان از 2000 شرکت در سال 80 به 680 شرکت در سال 98 تقلیل پیدا کرده. در واقع حسابرسی باقی شرکت‌ها توسط بخش خصوصی انجام شده.
خب این موضوع بودجه شرکت‌های دولتی چیه؟ ببینید این بخش از بودجه در واقع 66% بودجه کل کشور رو در بر می‌گیره که مقدار زیادیه و این بخش فقط به صورت پروتکلی و تشریفاتی به مجلس رژیم داده میشه و در واقع هیچ نظارتی بر روی اون نیست، که البته به این نظارت رو من داخل گیومه گفتم که بعد بهش برمیگردم. این بخش از بودجه در واقع 66% کل بودجه رو تشکیل میده که فقط به صورت پروتکلی و تشریفاتی به مجلس رژیم داده میشه و در واقع یک تاریکخانه اقتصادیه که این تاریکخانه منبع دزدی آقازاده ها، مهرها و سران رژیمه و در واقع امتیازاتی که به اونا داده میشه از این بخشه. کسی هم به قول خودشون به این بخش از بودجه نظارتی نداره. تازه مگه کی میخواد نظارت کنه؟ ناظر هم یک دزدی مثل بقیه دزداست. این بخش اساسا مالیات هم نمیده، با اینکه بیشترین درآمد رو از تولید و واردات و صادرات در چنگ همین شرکت هاست، با این وجود مالیاتی هم نمیدند. خب اجازه بدین یک گزارش کوتاه از جنگ و دعواهای باندی حکومتی بر سر بودجه 1400 با هم ببینیم، بعد برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. بودجه‌ای که دولت آورده برای 1400 یک بخش عظیمی را گذاشته به عنوان تهاتر، که یعنی اگر پیمانکارا بدهی را به دولت دارن بیا اینا بدن. خب باید مجلس اون دو تا چهار تا را داشته باشه که چطور دولت اینا را اومده تصویه کرده، با چه قیمتی اینا را واگذار کرده، آیا واقعا اون قیمتی که به اینا داده این قیمت واقعی هستش یا مفت فروشی کرده. اعتقاد دارم لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده کاملا سیاسی بسته شده. نکته ای که اینجا مطرحه، ببینید یکی از دغدغه هایی که الان در بودجه سال آینده هم که بیشتر شبیه به آرزوی بایدنیه تا بودجه، وقتی نفت رو 2,500,000 2.5 میلیون فروش نفت رو در نظر میگیریم، اونم وقتی الان وضع فروش نفت چطوریه، یعنی اینکه ما الان به منابع پایداری مثل گرفتن مالیات و فرارهای مالیاتی که عددهایی مثل 150 هزار میلیارد تومان به بالا شنیده میشه در بحث فرار مالیاتی که عمدتاً هم افراد با نفوذن، ما از یک کارگر، از یک کارمند، از یک تولید کننده اولین کاری رو که انجام میدیم مالیاتش رو ازش کسر میکنیم و سریع این رو مالیات میگیریم، ولی کسایی که یه شبه با رانت های امضا طلایی میتونن برن سرمایهشون رو چندین برابر میکنن، اونجا ما هیچ همیشه میایم با این معافیت های مالیاتی که الان در نظر گرفتیم. نگاه کنید، حالا این لایحه بودجه شاید بشود گفت که در سخت‌ترین دوران بدترین لایحه بودجه ارائه شده. بدترین به لحاظ به عنوان بی انضباط ترین. مثلا اولا که این به نظرم لایحه بودجه نیست، این یه رمان تخیلیه که به مجلس داده شده. یعنی ما با یک لایحه بودجه طرف نیستیم. یه کتاب تخیلیه که شما میخونید، میتونید لذت ببرید از خوندنش. بگید خب این اتفاقات در سال آینده میفته. بله، گزارش رو با هم دیدیم. این بودجه از جنگ و ناسزا تا کنایه و سخره همه پهنه‌های باندهای حکومتی رو در بر گرفته. حالا اجازه بدید بیایم روی همین پارامتر، یعنی منابع بودجه. به طور کلی منابع بودجه رژیم بر چه مبنایی بنا شده؟ بله، به طور کلی منابع درآمدی 841 تریلیون تومانی رژیم بر سه پایه چیده شده: مالیات و عوارض، نفت و فروش اوراق دولتی. میزان درآمد مالیات و عوارض پیش بینی شده در بودجه سال 1400 317 تریلیون تومانه. از این میزان 248 تریلیون تومانش برای اخذ مالیات پیش بینی شده که 21% از سال جاری، یعنی سال 99 بیشتره. ما باقی هم از عوارض گمرکی و غیر تامین میشه. نفت منبع بعدی، دولت آخون روحانی پیش بینی کرده که روزانه 2,300,000 بشکه در سال 1400 نفت بفروشه و 226 تریلیون تومان درآمد کسب کنه. ببخشید این وسط، یعنی با این وضعیت که الان تحریم نفت و با این وضعیت که قبلا داشتیم، این یک تصور واهی نیست؟ دقیقاً هست که بعد من خواهم پرداخت. یعنی وقتی که به منابع بپردازیم و اونو ریز اگه بهش بپردازیم، میبینیم که بله یک توهمه و خودشون هم میگن این یک توهمه و خیاله. بله. البته اجازه بدیم، و منبع سومی هم که برای بودجه در نظر گرفته شده فروش اوراق دولتیه که برای این هم در واقع 298 تریلیون تومان پیش بینی شده.
اگه این عدد رو هم ریز کنیم 125 تریلیون تومانش از محل فروش اوراق دولتیه، 95 تریلیون تومانش از طریق فروش شرکت‌های دولتی و 75 تریلیون تومان هم قراره با اجازه خامنه‌ای البته از صندوق توسعه برداشت بکنن. این کل منابع بودجه برای سال آینده است. بله، اصلی ترین جنگ و دعوای باندهای حکومتی هم بر سر همین فروش نفته. حالا جدا از این میزان فروش نفت، سهم زیادی از بودجه هم به فروش اوراق سلف نفتی اختصاص داره. یک نماینده سابق رژیم به اسم لاوتی هم گفته که در قانون برنامه 6 توسعه 55 هزار میلیارد تومان حق فروش اوراق مالی تعیین شده که دولت در لایه بودجه 125 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به سقف تعیین شده 70 هزار میلیارد تومان بیشتره و این میزان مربوط به فروش اوراق سلف نفتیه. حالا واقعا این منابع برای بودجه سال آینده قابل تأمینه یا نه؟ قبل از اینکه من وارد این موضوع بشم اجازه بدید چند تا نکته و موضوع رو از مهره ها و کارشناسای خود رژیم بگم. موسوی لارگانی از اعضای مجلس رژیم در رابطه با بودجه 1400 گفته آقا منابع بودجه تخیلی و کشور زمینگیر میکنه، یا برخی لایحه بودجه رو رؤیایی و توهمی میدونن. حتی تلویزیون رژیم این بودجه رو مسخره میکنن و میگن خنده داره. خب اجازه بدید یک کلیپ کوتاه از این موضوع رو با هم ببینیم بعد به بحثمون ادامه میدیم. لایحه رو خوندید خندتون نگیره؟ حالا ما اینقدر گریه کردیم که دیگه لبخندی روز بر لبانمون باقی نمانده که بتونیم بخندیم. آره، با تشکر از حق فرمان برمیگردیم به موضوع بحثمون در رابطه با بودجه 1400. بفرمایید. بله، سر منابع بودجه، مالیات به علاوه عوارض به عنوان اولین منبع برای تامین بودجه است. اول بگم که صحبت از مالیات وقتی که میشه منظور اینه که آقا مردم باید مالیات بدن، به طور خاص حقوق بگیران ثابت که قبض حقوق دارن و رژیم هر چی میخواد تحت عنوان مالیات از فیش حقوقشون هم کسب میکنه. در همین حال البته کارتل های اقتصادی که خامنه ای در چنگال و قبضه خودش داره ریالی مالیات نمیدن، یا کاملا اگر هم مالیاتی میدن کاملا فرمالیستیه. اما در سالهای گذشته رژیم نمیتونست درآمد حاصل از مالیات رو تامین کنه و نتونست این کار رو بزنه. امسال رکود سنگین بر اقتصاد رژیم حاکم شده، کرونا باعث شده میلیون ها شغل از دست برن و کار کاسبی مردم تخته بشه و وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی بسیار خراب شده. پس سوال این هست، وقتی در سالهای قبل که این وضعیت نبوده نتونسته این منبع درآمدی رو تامین کنه، چطور امسال میخواد تامین بکنه؟ در نتیجه این منبع درآمدی به گفته خودشون قابل تامین نیست. از طرفی عوارض بخش دیگه ای از تأمین منابع بودجه است که صادرات و واردات رژیم نصف شده. پس عوارض قابل وصول هم به اندازه پیش بینی شده در بودجه قابل وصول نیست. منبع دیگه برای بودجه که شما هم بهش اشاره کردید نفت هستش و همون پیش بینی در واقع 2.3 میلیون بشکه فروش نفت روزانه به قیمت 40 دلار. آمارهای خزانه داری خود رژیم میگه در سال 99 و در 7 ماهه ابتدایی سال 99 تنها 18% فروش نفت که قرار بوده محقق بشه محقق شده. این که به یک باره یه دفعه درآمدهای نفتی 4 برابر دو بودجه منظور بشه این بسیار عجیبه. آخوند روحانی حساب کرده البته که بایدن میاد تمام تحریما رو برمی‌داره، رژیم هم با دست باز نفت میفروشه. حتی اگر بر فرض محال تمام تحریم ها برداشته بشه، فروش 2.3 میلیون بشکه در روز برای رژیم تقریبا امری محاله. به دلایل زیر: اول اینکه رژیم بازارهای خودشو از دست داده، بازارهای نفتیشو به دلیل تحریم های آمریکا، چون مشتریاش رفتن بازارهای جدید گیر آوردن. دومین دلیل اینه که به دلیل پاندمی کرونا جهان در سال جاری میلادی با کاهش تقاضای نفت روزانه 9 میلیون بشکه مواجه بوده. در نتیجه رژیم نمیتونه تولید نفت خودش رو خیلی بالا ببره چون مشتری پیدا نمیکنه. و سومین موضوع اینه که ذخایر استراتژیک نفتی جهان لبریز شده و هنوز هم تولید روزانه نفت در جهان مازاد مصرف اون در جهانه. و مهمتر این که آیا اگه بایدن در کاخ سفید مستقر بشه، آیا به هیچ ملاحظه‌ای تمام تحریم‌های رژیم رو برمی‌داره؟ که به نظر میرسه جواب منفی. در نتیجه این منبع در واقع تأمین بودجه هم پوچ و توهمی به نظر میرسه. منبع دیگر، در واقع آخرین منبعی که اینا در نظر گرفتن، فروش اوراق دولتیه. این منبع تأمین بودجه جالب و البته دردناکه. بله.
رژیم خودش میدونه که مردم آنچنان نفرتی از این رژیم دارن که در هر تجمع و در هر اعتراضی این نفرت رو به نمایش گذاشتن که هرگز به این رژیم کمک نمی کنند که بیان براش اوراق بخرن، اوراق نمیدونم سلف نفتی یا اوراق دولتی که بهش کمک کنن. از طرفی هم رژیم واقعا پولی برای مردم باقی نگذاشته که بتونه دوباره از این طریق مردم رو بچاپه. اما یک طرح فریبکارانه به کار برده در مورد فروش اوراق دولتی و اونم اینه که بانک‌ها رو مکلف کرده که برن این اوراق رو بخرن. بانک‌ها هم که طلبشون رو یا از دولت میگیرن یا از بانک مرکزی، اونایی که کاری ندارن. در نتیجه به طور غیر مستقیم دوباره همون استقراض از بانک مرکزی و همون چاپ اسکناس، البته به شیوهی پیچیده‌تر، در لایحه بودجه در واقع سال آینده رخ میده. چاپ اسکناس هم یعنی بالا رفتن نقدینگی، یعنی تورم، نه. یعنی گرانی بیشتر و خالی شدن هرچی بیشتر سفره‌های مردم. بنابراین رژیم یک بار دیگه و البته با پیچیدگی به سفره خالی مردم دست اندازی میکنه و به این صورت در واقع از مردم به صورت پنهان و کاملا پیچیده خراج میگیره. و البته این موضوع یک تیغ دو لبه است برای رژیم که میتونه خشم مردم رو منفجر کنه و عاملی هم برای قیام باشه که واقعا کابوسی برای خامنه ایه. بله، همطور که گفتین قیام همون قیام گرسنگان میشه که نمونهش هم تو سال 98 دیدیم. با تشکر از شرکتون در این برنامه و وقتی که برای ما اختصاص دادید. منم از شما تشکر میکنم و ازتون خداحافظی. هموطنان گرامی، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به اینکه شب یلدای خوبی پیش رو داشته باشید از همه شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار همه شما.